سلام امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تی وی خیلی خوش اومدید به ریاکشن ویدیو دیگه. قرار با هم ریاکشن بریم آهنگ جدید سپر خلصه و یانگ سادن و به اسم دیس بالا. البته نمیشه دیس بالا، ایرانیم دیگه، دیس بالا میخونیم دیگه، چرا که نه. چه کسایی پشت کار بودن؟ دایرکتور عباس اس ال پی، پرودوسرز اشکان کاگان، کیلر بیت و خود زاناکس بوده و همچنین کاور آرت با آتو فلیم بوده و ساند انجینیر آرمان میلادی. ترکیب قویه، همه بچه‌ای که هستن پشت کار قوین. آهنگایی هم که قبلا اومده بود از یانگ سادن و سپر خلص معمولا باحال بودن، مخصوصا تراسکو موقع من خیلی گوش میدادم. توی سه روز گذشته 108K پلی خورده. بریم با هم گوش کنیم ببینیم چه جوری هست. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد، لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردی، هم دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. یه نکته‌ای که داره اینجا به ذهنم میخوره، یک کم بعد ادبیاتش بیشتر سبک خودش میورد، مثلا بدبین و نبد جوز میزنی، چون لفظ خودشونه. حالا این دیسه بالا رو که میخوام بفروشن، یه سناریو فقط میاد تو ذهنم که اصلا چرا اینا اینجوری در آوردن. اینا دیدی بعضیا سیاسی اینا میخونن میگن تو با فلان جا و سی بی سار جا و سی ای جا داری پول میگیری که مثلا سیاسی بخونی ضد ایران و اینا. فکر میکنم فازه اینه، چون دیسه بالا دیسه چیه دیگه، خدا رو دیس کرده. عیسی معظم شاکی آخه، عیسی معظم وا یا عیسی معظم شاکی آخه، دادم دیسه کیه عیسی معظم شاکی آخه یا او بکسم ازم شاکی آخه، دادم دیسه بالا رو تافه گرفت کابلو ولی داره آمارو نگا کش بابا رو سوه کف کلی ولی اسم بالم نارو زیر زمین خود فازم سبا گفتم وایس بده داخی نگی تمام بکسم ازم شاکی، چون که دادم دیسه بالا رو کی میتونه ازش شاکی باشه؟ و وقتی دیسه بالا رو داده، اگر داره راجب موضوعی حرف میزنه که اتفاق افتاده، فکر میکنم سوراو ام جی، حالا شاید بعد اون آهنگای سیاسی رو نمیدونم، بعد اونم با هم کار کردن. تنها جایی که مغز میره اینه دیگه، راجع به این داره حرف میزنه، خودش هم 100% به این فکر کرده که اینوری میره. و حالا چه جایی پست کردیم سپر خلصش تجزیه کرده ترسیده. بعدش گفت که زیرزمین فاز حماس. حماس کلمه‌ای که به شدت این روزها خیلی جا میبینیمش و خیلی درد سرساز تو رپ فارسی. مثال حالا بعد از آهنگ گوله دیگه حسین، میدونید چه توییتای و چه حرفای. حالا اما فکر می‌کنم منظوری که داره میگه زیرزمین فاز خود حماس، فاز اینه که خیلی ها توی زیرزمین فاز جنگ و تروریست و میزنمه تو در کل شیرگوزی دارن، اما اتفاقی نمیفته، فقط تو تلگرام هست. مثل اونا که بیانیه میدن اینو میزنیم اونو میزنیم فلان کارو میکنیم انتقام سخت و بیسار و اینا، اما خبری نیست. میبینی چی میگم؟ یه جورایی برای من نماد شیرگوزی حماس. اوکی سبا گفتم وایس بده داخی نگی تماس دو سه سی سی دیگه مونده به ترک لواد داداشم تو آشپز خونم فاز جواد صندلی من بیزنسی نیست و هنو لکسی دادا رو اگزی لایف ستایل بیسی هنو دافی چرک دوست دارم سفا لکسی اونا که تکس میده چی گفت تیمم بکسم حالا داشتم هرچی تو آشپز خونه فاز جواد شف جواد جوادی که احتمالا شنیدید آشپزی یاد میده و اینا خیلی هم کارش باحال و کلی چیز میتونید ازش یاد بگیرید، ولی اینجا آشپزخونه منظورش پختن و ایناست دیگه، چیزای دیگه میپزن آشپزخونه مواد. داف چرک دوست دارم سفالکسین، خب اینا متضاد همه که سفالکسین چرک خوش کنه دیگه. استال بیسی هنو داف چرک دوست دارم سفالکسین اونا که تکس میده چی کاره ای سکسی بگم چی کارم میشم گارسون تا به تو هم میارم یو اس هم میرم شخم تو هره یاله کانادا هم بودی دادا بیا زیاره شهرام شپره بود سیدیه رو ساد پیچید یاد بود چیز شبه آورد یه چی گفت یادم رفت میشم گارسون تا به تو هم میارم همینجا
میشم گارسن تو آبتون هم میارم. طرف میدونیش من یه لیوان آب میخوام بفرما، اما منظور سپی خلص یه لیوان آب نیست، ورد بلای خوشیه. یو اس ام میرم شخم تو هره یا له کانادا هم بودید دادا بیا زیاره بکسم ازم شاکی آخه دادم دیس بالا رو تا فکر گرفت کابل ولی داره آمارو نگاه کش بابا رو سو و کفی کلی ولی استنبولم نارو. حاجی چجوری صبح کلیه بعد از اون کف استانبول؟ نمیشه که، خیلی فاصله است از اون ور مگه اینکه اومده باشن. دوستم ازم شاکی آخه دارم میگم کارا رو، میگن یه جو ورس میدی تش بگیری جاما رو، گاییدم این فازا رو من روی بیستینم روسی بشم مثل ما کارا گاییدم این فازا رو من روی بیستینم روسی بشم مثل ما کارا بکسم ازم شاکی هم چون گاییدم این ورسا رو میگم بابا میگیری جاما رو نکن بابا. ولی اینجا خیلی چیزشو بازی با کلماتش دوست دارم، میگه رو بیست اینم روسی میشم ماکاروف، که 23 دو تا عدد رو بیست اینم روسی میشم این. اما ماکاروف یه اسم روسیه، یه دونه تفنگ هم هست که این ریختیه، یعنی یه کلتی هست که اینجوریه و قدیمیه. اما فکر میکنم خیلیاتون تو بازی کال اف دیوتی میشناسینش دیگه، که تو اون سگانه مدرن وارفر چیز بود دیگه، بزرگترین ویلن اونجا بود و از معروف ترین شخصیت های منفی کال اف دیوتی که قتل عام و اینا میکرد دیگه. اون میشن بانک رو فکر کنم خیلیاتون، یا ایرپورت رو خیلیاتون یادتون اگه بازی کرده باشین. رو بیست اینم روسی میشم ماکاروف، روسی باشم مثل ماکاروفم، روسی بشم میشم ماکاروف، یه آدم بعدی که قتل رو میکنه خفن دیگه، همتون رو میخورم یه همچی حالتی. اوکی گاییدم این فازا رو من روی بیست اینم روسی بشم مثل ماکاروف. شد بالا رب میکنم یه جوری نمونه برات پشمش پفتر فکری اینجوری بود از اول دلغک کابوس شبت هم مثل بختک تق تق گانه خود ماکارو فود فکر نکنم گری اینجوری بود از اول دلغک کابوس شبت هم مثل بختک تق تق دم خونتونم واسه گنگ بنگ تا میپرسی کیه زاده بهت میگه مایی گانا میاد بالا وقتی خورشید میره پایین گنده گوزی پشت گوشی فکر میکنی فانی راستی چند وقت پیش مردون که فروخته بودایین با این که نیستم تو تراس میگفت دایم فروخت نرفت زندان راستی چند وقت پیش مردون که فروخته بود دایم چقدر فلوش و ایناش خوبه حاجی. یانگ سادن خیلی به نظر من underrated حالا نسبت به خفن بودنش و اینا. گانا میاد بالا وقتی خورشید میره پایین شبا میایم دیگه دو 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 چی فکر میکنی فانی راستی چند وقت پیش مردون که فروخته بودایم با این که نیستم ایران دستم تابو که با پیلا سبی میگه یانگم بیکندی ماها ویلا گیر داده بم دا با این که ایران نیستم دستم تابوکی با ویلا ویلا که غلطه پیلا که برنج و مرغ دیگه تو ترکیه خیلی میزنن تو ایران حالا پلو مرغ غذایی که خیلی ها میزنن ولی به اصالت هم یه جورایی پایبندم ترکیه هم پلو مرغ میزنم ها چجوریه دستم تابوکی با پیلا سبی میگه یانگم بیکندی ماها ویلا گیر داده بم دافم نشونی بده تا بیام میگم اما باز کم میگرده دو مالیلا الان میگه سادم فرکر رف ترکیه تخممه چون کنتر نمیندازه که کس می حاجی یکم محکم کشید داستان اونجا که گفت تخممه بعد این یه کات دادن یکم آب خنک خورده بعد الان میگه سادم فرکر رف ترکیه تخممه چون کنتر نمیندازه که کس میگه کارم داغه چون تو آشپز خونه داره پخت میشه چهار تا جیبم پره پوله باز برم تو فور بیه خونه بادم میگفت چهار تا جیبم پره بعد برم تو فور بیس گفت یا فور بیل گفت نمیدونم ولی چیزی که من ذهنم میره حالا با توجه به اینکه خیلی اینجا دقیق متوجه نشدم مجله فوربز که بیلیونرهای دنیا رو و پولدارترین های جهان رو دسته‌بندی میکنه و اینا دیگه فکر کنم منظورشونه یا اگه چیز دیگه ای هست من نمیدونم اگه میدونید بنویسید خونه داره پخت میشه چهار تا جیبم پر پول باز برم تو فور بیه خونواده میگفت بزا کنا تو این کارا رو در اومده این ماه هم کمک خرج بابا شد شکر میکنم خدا رو وقتی شامو تو گم رو نمان تالیام نهارو عکسم ازم شاک چقدر صبح و بعد از ظهر جابجا میشن زندگی سختی باز مال جابجایی چیز منطقی تر بود یه نکته که داشت جذاب بود خانواده همش میگفتن نکنی این کارا رو بذار کنار اینا این ما کمک خرج بابا شد پولایی که در آوردم یه جوری پشتم نبودن ولی من واسه خودشون دارم این کارا رو میکنم بو 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 وقتی شما تو گم رو نمان تالیام نهارو عکسم ازم شاکی آخه دادم دیس بالا رو تا فکر گرفت کابل ولی داره آمارو نگاه کش بابا رو سو کف کلی ولی استنبولم نارو
گنگ گنگ گنگ. انتخاب بازیگرشون واسه این نقش خوب بوده. حالا هم یه سری کمالاتی داری که یه سری چشا میبینن و اینا، اما مدل چهره و ایناشو به این نقشی که داره اجرا کنه میخوره. خوردنش چقدر اینجا رو خوب در آوردن. نمیشون که مگه ساد ندید رفق خلصه رو نجات داد دختره رو ندید؟ نفهمید اینا داستانن صاحب پول هست؟ نفهمید نهیده بود دیگه که خوردن. خب با هم شنیدیم و دیدیم دیسه بالا رو و اینکه موزیک ویدیو فوق العاده، حالا یه سناریو هم داشت. سناریوش خب میتونست یه کم البته سناریو موزیک ویدیو دیگه جذاب بود، خوبم در آورده بودن، شاتو همه چی درست بود و اخصا اون قسمت آخرش که اون فاز اینو حالا اون مواد در خوردن بیهوشه و فلان و این داستانا ایناش باحال بود. در کل سناریوی منو یاد اون داستانا مینداخت دیگه. این دیسه بالا دیسه چیه؟ دیسه بالا اونایی که بالا نشستن کیا بالا نشستن؟ بکسش کیه که ازش شاکی شده و اینا؟ این یعنی چیز دیگه به ذهنم نمیرسه که منظور چی بود. یه جورایی اون مدلی بود کار به نظرم. و در نهایت اینکه بهترین بار آهنگ به نظرم اونجا بود که روبیس اینم روسی میشم ماکاروف خوشگل بود و در کل خسته نباشید بهش میگم کار بالا بود. تراس در کل یکم بهتر بود. خب وقتی هم چون آهنگ میاد انتظار بالاتره دیگه، اما در کل اینم پروژه خوبی بود. کلا یانگستاد من دوست دارم، رپ خیلی جذابی داره، مدل فلوایی که عوض میکنه و صداش اون حالا دیدی که رو تکسا داره اینا جذابه. سپر خلص هم که دیگه سپر خلص هست حاجی. حالا یه کوچولو شاید از دوران اوجش بیشتر از یه کوچولو دور شده ولی همچنان خفنه. دمش گرم، بهشون خسته نباشید. میگم نظر شما چی حتما توی کامنت ها بنویسید تا ویدیو بعدی. امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.